وجود شهرتی که این روزها ارزهای دیجیتال دارن، هنوز هم عده‌ای نمی‌دونن که منظور از ارزهای دیجیتال چی هست. ارزهای دیجیتال ارزهایی هستن که با پروتکل‌های رمزگذاری شده ایجاد میشن و هدف اونها هم جلوگیری از کلاهبرداریه. این حوزه میتونه پر از اتفاقای مثبت باشه و جلوی کلاهبرداری افراد رو بگیره و تو طول زمان بیشتر تو زندگی ما انسان‌ها جا بگیره. میلیونرشاهی‌های عزیز سلام. خوش اومدید به ویدیوی امروز. توی این ویدیو می‌خوایم با هم ببینیم ارز دیجیتال چیه و چطوری استخراج میشه. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک کنید و کانالمون رو با سابسکرایب کردن و زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. ویژگی‌های ارزهای دیجیتال. مهمترین ویژگی که برای ارزهای دیجیتال میشه نام برد این هست که تحت نظارت و کنترل هیچ بانک یا سازمان دولتی نیست. همچنین شما میتونید تو هر جای دنیا که باشید انواع ارزهای دیجیتال رو معامله کنید. تراکنش های ارزهای دیجیتال به وسیله رمزگذاری مسیر تراکنش انجام میشه و این موضوع به امنیت هرچه بیشتر این ارزها منتهی میشه. کارمزد تو معاملات ارزهای دیجیتال به نسبت کارمزدهای بانک‌ها و مؤسسات خیلی ناچیزه و به همین خاطر بانک‌ها احساس خطر میکنن. حرف و حدیثایی هم درباره جایگزینی ارزهای دیجیتال با ارزهای واقعی و حقیقی وجود داره که در حد حدسه. حتی افراد خبره، کارشناسای مالی و دولت مردا هم هنوز اطلاعات کافی درباره این موضوع ندارن. از اصلی ترین دلایلش هم تخصصی بودن سازوکار با ارزهاست. کارکرد ارزهای دیجیتال. ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین یا ارزهای دیگه حین کار کردن روی پروژه پول دیجیتالی به وجود اومدن و به نوعی اختراعی جانبی هستند. این پروژه برای این ایجاد شد که روشی برای تبادل و تراکنش مالی در بسترهای دیجیتالی بشه، اما بستری متمرکز و جدا شد. دستاوردی تصادفی که حین کار کردن روی این پروژه به دست اومد اینه که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بستری غیر متمرکز قابل معامله کردن هستند. از مزایای دیگه بستر غیر متمرکز اینه که تمامی تراکنش ها در بستر بلاک چین اتفاق میفته و همگی ثبت میشن. استخراج ارز دیجیتال. به فرایند تایید تراکنش ها که منجر به ایجاد سکه جدید میشه، استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال گفته میشه. این استخراج کردن از منابع از زمانهای قدیم بین انسان ها وجود داشته و همچنان برای استخراج مواد ارزشمند از این روش استفاده میشه. در مراحل استخراج چیزی به اسم هش وجود داره. هش نوعی مکانیزمه که هر بلوک اطلاعاتی رو تو شبکه بلاکچین به بلوک قبلی خودش مرتبط میکنه. برای استخراج این ارزها کامپیوترهای پیشرفته‌ای وجود داره. باید اینم در نظر گرفت که این موضوع برق بسیار زیادی هم مصرف میکنه. نکته مثبتی که درباره استخراج کردن وجود داره اینه که تا زمانی که شما یک کامپیوتر مناسب و اینترنت در دسترس داشته باشید، هر جایی که باشید میتونید این کارو انجام بدید. استخراج کننده ها کاری میکنن که به وسیله اون میتونن به ارزهای دیجیتال دست پیدا کنن. برای استخراج کردن نیازمند حل معادلات پیچیده ریاضی هستن که فقط سخت افزارهای پیشرفته میتونن این کارو انجام بدن. هرچه تو طول زمان تعداد استخراج کننده ها بیشتر بشه، سطح این پیچیدگی ها هم بیشتر میشه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. آیا شما تو بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردین؟ چه اطلاعاتی درباره ماینینگ میدونید؟ به نظر شما هر کسی میتونه این کارو انجام بده؟ لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.